با دوستان سلام خدمت و دوستان عزیز با ادامه مبحث آموزش نرم تبلو در, در خدمتتون هستم این جلسه میخوام در رابطه با دو تا موضوع صحبت بکنیم یکی دیسکریت Plots and Continuous پلات. اما این مفاهیم یعنی چی قبل اینکه بریم داخل افزار در تبلو من یه پینت باز کنم با هم دیگه ببینیم منظورم چیه خب بدید دیسکریت پلات میشه یه همچین چیزی فرض کنید یه دونه گراف داریم به این شکل یه سری نقطه داریم اوکی میاد با یه خطی این نقاط رو به هم وصل میکنید مثلا میزونم رنگشون رو وصل کنم از میاد با یه خط اینا رو به هم وصل میکنید به این میگن دیسکریت پلات چرا؟ چون شما اومدید چند تا نقطه رو با یه خط به هم وصل کردید به این میگن دیسکریت پلات بخوام دیکتش هم بنویسم یه همچین چیزی میشه دیس کلیت اما کانتینوس پلات چیه؟ پس میگم چیگه اکسی دیدت یه همچین چیزی میاد میکشید داخلش اینجوری به این میگن کانتینیوس پلات چون تعداد نقاطش بی نهایته یعنی شما نمیتونید بگید پنج تا نقطه ده دو نقطه است تعداد و نقاطش بی, بی نهایته استلاب فارسی بهش میگن گسسته به این بالایی به این میگن پیوسته هم دیتش رو بخوام بنویسم یه همچین چیزی میشه فکر کنم کان نیوز یو او یو اس فکر کنم چیزی میشه دیسکریت کانتینوس گسسته و پیوسته میخوام راجع به این صحبت بکنم. داخل افزار تبلو خب ببینیم داخل افزار تبلو بچه ها منو ببندم خب یه شیت جدید باز کنم مثلا اینو بندازم اینجا سالو فروش هم بیدارم اینجا مثلا بچه نگاه کنید اینجا الان این آه... نگاه بکنید یه نمودار گست گس هست این پیوسته نیست بچه نگاه کنید نقطه میبینید من میام اینجا نقطه رو من نشون میده اینو برای هر سال جداگانه کشیده حالا ما میخوام اینو کانتینویس بکشیم پیوستش کنیم این بالا روی یه کلیک راست میکنید حالا اینجا دو تا قسمت وجود داره یه قسمت اینجا وجود داره یه قسمت عین همون پایینش هست این بالایه دیسکریت پایینی کانتینیوس اگه روی این یه پایین کلیک بکنم یه ذره قیافش عوض میشه این کانتینیوس شه شاید ظاهرش فرق نکنه ولی کانتینیوسه چون تعداد نقاطمون کمه از مثلا تشخیص سخته برای اینکه مثلا یه ذره دیدش بهتر بشه من یه رو میکنم مثلا ما نیا یه ذره قشنگتر معلوم شد حالا من یه دوره گسستش میکنم بچا ما این نقاطو میبینید بچا این الان یه نمودار گسسته اگرم دوباره بیام اینجا و بکنمش این ماه میشه پیوستی قیافهش عوض میشه اوکی. پس این در نحوه ترسیم نمودار گسسته و پیوست است خب موضوع بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنیم چون ویدیو از کوتاه من از ترجیدم یه موضوع دیگه هم تا همین ویدیو بهتون بگم بحث measured ولیوز و measured نیمه اما یعنی چی؟ ببین مثال بزنم براتون فرض کنید شما میخواید میزان فروش رو بچه ها و میزان سود رو کنار هم دیگه ببینید خب اینجوری خیلی واضح نیست یعنی این افتاده رو هم بالا هم دیگه خیلی خشنگ نیست مثلا کنار هم دیگه شما نمیتونید رو ببینید اگر اینو بیان بزنم اینجا میشه یه نقطه باز خیلی معنی نداره خب چهجوری کار بکنیم که در حقیقت این دوتا کنار هم باشن بتونیم با هم دیگه کنار هم مقایسهشون بکنیم برای این کار چیکار می‌کنیم من سام اینجا برمی‌دارم اینجا فروش رو میرم میذارم اینجا دوباره این دفعه پرافیت رو یا سود رو به جنگ که ببرم اینجا میارم اینجا میبینید بچه عوض میشه میبینید اینجا که حالا دو, میشه, دو میشه ولش میکنم الان کنار همه الان شما میتونید فروش رو و سود رو کنار هم دیگه با هم دیگه مقایسه بکنید به این کارم میگن measured value و measured names میبینید این بالا زد اسمشون رو مثلا بیاد مثلا چیکار کنیم مثلا سگمنت رو بندازیم اینجا مثلا میگم برای سگمنت های مختلف این مقایسه رو ببینن میگم میذارم اینجا نیا کنید ها الان تو سگمنت سی... کانسیومه کورپوریت و هوم آفیس میتونید پرافیت رو با سیل مقایسه بکنید میبینید ها خب میخوام اصلا یه چیزی دیگه هم اینجا بندازم مثلا بیام پرافیت پر کاستومه رو اینجا اضافه کنم الان میتونم این ستا رو کنار هم ببینم بذارید اینو ت... مرتب کنم آها خب ببخشید اشتباه شد خب آندو میکنم مثلا اینو بیارم اینجا بیارم اینجا آها، الان بهتر شد الان میتونم سه تاشون کنار هم ببینم و بذاریدم این تا این ویدیوش کنم که خب الان اینجا ببینید الان میاد این ستا رو تو هر سگمنت کنار هم دیگه شما میتونید با هم دیگه مقایسه بکنید خیلی خوبه اینجوری یعنی بهتر روشه که شما بتونید اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنید به جای اینکه حالا از روش پیچیده استفاده بکنید میتونید از میجر ولیو و میجر نم استفاده کنید حالا بیاید یه رنگی پنگیش بکنیم خوشگل تر بشه میتونید سگمنت رو از اینجا بردارید بیارید بیار بذارید روی کالر اگه خواستید از اینجا بردارید بعد چهار کلید کنترل رو نگه دارید بعد این کار بکنید الان اگه ببینید روی موس هم یه علامت پلاس کوچیک هم اون پلاس وقتی هست یعنی موس هم یعنی کنترل رو شما نگه داشتید اما کنترل رو ول کنم اون پلاس میره میبینید می بچه‌ها میام میندازمش روی کالر الان نکنید برای سگمنت های مختلف یه رنگ تشخیص داده اختصاص داده میتونید رنگ ها رو عوض هم بکنید این سمت راست اینجا کلیک بکنم روی صفحه بخشید رو این اه. آه دو بار, بار کلیک کنید ببخشید دو بار که کلیک بکنید اینجا باز میشه میتونید اینجا تکرار کنید و باز کنید مثلا میتونید مثلا روی این ای دی مثلا روی این بزنیش. خیلی عوض نشد چرا آه رو باید بزنید ببخشید و اپلای کنید الان رنگ عوض شد مثلا میتونید بزنیدش روی این پرفل اساین رو میزنید اپلای دور عوض میشه رنگ دیگه هم داره مثلا گیرین این هم داره پس این رنگ ها میتونید اینجا عوض کنید میتونید اصلا یه چیز دیگر رو بزنید مثلا من میخوام این میجر نیمار بیرام اینجا دوره کنترل نگه میدم میجر نیمار دلگ میکنم این رو می روی کالر این دفعه بر اساس این اسما دقیقا میاد رنگ بندی میکنه تو هر قسمت خیلی خوب برای این ویدیو فکر کنم کافی باشه این جلسه راجع به دو تا موضوع صحبت کردیم یکی میجر نیم و میجر ولی صحبت کردیم که چجوری چند تا فاکتور کنار هم دیگه داشته باشیم و مقایسه کنیم و یکم راجع به دیسکریت پلاتس اند کانتینوس پلاتس بریم ان تا جلسه بعدی من در خدمتتون باشم فعلا خداحافظ